هزار و یک شب داستان‌های برآمده از ژرفای تاریخ و تمدن و فرهنگ مشرق زمین. ترجمه عبداللطیف تسوجی تبریزی. چون شب 173 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، ملک شهرمان با پسر خود قمرالزمان گفت که تو را تا اکنون تأدیب نکرده اند و نمیدانی که اگر این کار که از تو سر زد از رعیتی نادان سر می زد، هر آینه او را سرزنش می کرده. پس از آن ملک خادمان را فرمود که او را در برجی از برجهای قلعه به زندان اندر کنند. خادمان به برج رفته آنجا را بروفتند و فرشش بگستردند و از برای قمرالزمان تخت بزدند و فرش دیبا بر تخت بگستردند و متکا بگذاشتند و شمع‌ها و قندیل‌ها بیافروختند که آن مکان بس تاریک بود. پس از آن قمرالزمان را بدانجا بردند و خادمی از بحر خدمت به در برج بگماشتند. قمرالزمان به فراز تخت بر شد، ولی شکست خاطر و محزون بود و خیشتن را ملامت همی کرد و از آنچه میانه او و پدر گذشته بود به ندامت اندر بود، ولی پشیمانی سودی نداشت و می گفت نفرین خدا به زنان باد، کاش من سخن پدر می پذیرفتم و به ازدواج تن در می دادم که زن گرفتن از برای من سهل‌تر از زندان بود. الغرض قمرالزمان را کار بدین گونه شد. و اما ملک شهرمان بقیه آن روز را تا هنگام شام در تخت مملکت به سر برد. پس از آن با وزیر خلوت کرد و به او گفت ای وزیر، این که میانه من و قمرالزمان گذشت تو سبب شدی، از آن که تو مرا بدین کار اشارت کردی و اکنون تو را تدبیر چیست و رای و ثواب در این باب کدام است؟ گفت
ای ملک، قمرالزمان را 15 روز به زندان بگذار، پس از آن به نزد خود حاضر آور و به ازدواجش بفرما که هرگز مخالفت نخواهد کرد. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو برد. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.